روز. بله عالی جناب. همین حالا به نزد آدونیا برو و بگو حتماً جایش را تغییر دهد. ممکن است پلوتون در زیر شکنجه سخن گفته باشد. یعنی پلوتون؟ عالی جناب، اگر سخن گفته بود آدونیا تا به حال باید دستگیر می شود. از کجا که به عمد آزادش نگذاشتند تا به عنوان تئومه از او استفاده کنند و او را با همه پیروانش یک جا دستگیر کنند؟ پس این احتیاط لازم است آلی جناب؟ ببین گالوس، اگر قرار باشد تو با شیری تنها در یک قفس زندگی کنی، باید بیش از آنچه که عقل به تو میگوید احتیاط کنی. مواظب خودت باش، ممکن است آدونیا تحت نظر باشد. اطاعت عالی جناب. شموم یا مواظب این اسب باش تا من برگردم. باش. مواظب باش. باشد. با جناب ماتیوز کار دارم، امر بسیار مهمی است. همینجا بمان. سلام عرض کردم قربان. جان نثارم قربان. چه خبر از این؟ به نظر شادمان میای. او را تعقیب کردم. ابتدا در مراسم آتش سوزی آن مسیحی شرکت کرد. سپس به منزل پدر آن جوان مسیحی در حیات منتظر باش. دست بوسم آلی جناب. حتما آلی جناب. روم، آتن، انتاکیه، کرت، قبرس، فلسطین، سوریه و البته فیلادلفیا، همه جا را خداپرستان پر کردند. هرچه آنان را میکشیم، شکنجه میکنیم، به دریا میریزیم و یا جلوی شیرهای وحشی میاندازیم، باز هم تمام نمیشوند. آنها حتی به قصرهای ما هم نفوذ کردند. معلوم نیست دین گازوران از کجا به قصر تاریخ نکرده است. جناب جولیوس، تو یا نمیفهمی یا خود را به نفهمی میزنی. مگر امپراتور دمیسیان پسر عمویش فلاویوس کلمانس و همسر او فلاویا دمیسیا را به جرم مسیحی بودن گردن نزد؟ نکند آنها هم گازور بودند؟ با این حساب آیا عاقلانه نیست که ما هم مراقب دربار خیش باشیم؟ منظورت چیست؟ خب من منظور خاصی نداشتم، فقط جهت احتیاط گفتم. ولی من به درباریان خودم اعتماد دارم، اما با حرف تو هم موافقم، باید مراقب بود. عالی جناب مکسی میلیانوس. پس بالاخره مشاور عالی ما تشریف آوردند. در خدمت گذاری آماده ام قربان. درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس. از اینکه دیر کردم پوزش می طلبم. امید که مرا عفو کنید. جناب مکسیمیلیان تا به حال کجا بودند؟ پوشیده داشتن حقیقت از جناب فرماندار ممکن نیست. من امروز به دیدار یک... نه، بگذار خودم حدس بزنم. حتما رفته بودی برای دیدن مراسم آدم سوزی امروز. آری؟ سوزاندن مردی که به جای کرنش در برابر تمثال امپراتور آن را سرنگون کرده و به دیگر خدایان نیز اهانت کرده بود. حتما درست نیست؟ درست حد زدید آلی جناب. حتما شاهد صحنه‌ای بسیار هیجان انگیز بوده ای. دیدن توده‌ای از آتش که سر به آسمان کشیده و
و شنیدن ناله و زجه مجرمی که آتش گرفته و فریاد می کشد واقعا دیدنی است. دیدن این صحنه ها انسان را به وجد می آورد و دشمنان را به وحشت می اندازد. ولی جناب ماکسیمیلیانوس، ما هر روز از این صحنه ها می بینیم. آیا صحیح است که به خاطر آن مراسم در این جلسه به این مهمی حاضر نشوید؟ علت تأخیر فقط دیدن آن مراسم نبود. بنده به ملاقات یک خانواده رومی هم رفته بودم. بیمار بودند؟ خیر، محتاج بودند. از آنها دلجویی کرده و نیازشان برآوردم. براستی تو گمان میکنی که با محبت و دلجویی میتوان بر این مردم حکومت کرد؟ منظور جناب دیوکلتیانوس را میفهمم. حکومت با شمشیر، ولی به نظر من شمشیر کافی نیست. جناب ماکسیمیلیانوس، ما هر روز شاهد بروز آیین جدید در بین مردم هستیم. چگونه میتوانیم بدون شمشیر این آیین‌ها را سرکوب کنیم؟ آیین‌ها در همه جای دنیا همیشه بروز کرده و زمامداران گوناگون با آن برخوردهای گوناگون کردند. گاه سیاستمداران با درایت از طریق محبت به مراد رسیدند و گاه با شمشیر. ولی من معتقدم محبت معجزه‌ای می‌کند که شمشیر نمی‌کند. تو اشتباه می‌کنی ماکسیمیلیانوس. حکومت تنها در سایه شمشیر ممکن است. از محبت کاری ساخته نیست. محبت تنها قدری از تلخی زهر شمشیر را می‌کاهد. همین. آلی جناب، بهتر نیست برویم سر اصل مطلب؟ می‌بخشید آلی جناب، می توانم سوالی از جناب ماکسیمیلیان داشته باشم؟ بپرس. این خانواده ای که به دیدنش رفتید متعلق به پلوتونیوس مجرم نیست؟ که امروز به جرم پیروی از مسیح سوزانده شد؟ یک رومی نیازمند باید یاری شود و یک رومی خطاکار مجازات. تعجب میکنم تو برای دلجویی از خانواده یک مسیحی مجرم رفته بودی. بله عالی جناب، این مورد صحیح است، ولی به نظر عالی جناب به خاطر خطای یک نفر باید خانواده‌اش نیز مجازات شوند؟ خوب حواست را جمع کن جناب ماکسیمیلیان. تو مرا خوب میشناسی و میدانی که برای جان انسانها حتی به قدر حشره‌ای هم ارزش قائل نیستم. تو شوهر دخترم هستی، اما از چشمانم عزیزتر نیستی. اگر نمیدانی از دخترم بپرس، او شاهد بود که چگونه چشم خیانتکارم را از حدقه درآوردم و به دور انداختم. پس مراقب کارهایت باش. کافیست که ذره‌ای به کسی شک کنم. همین. دیگر سوالی ندارید؟ نه، فقط توصیه ای دارم. من اگر جای شما بودم بیشتر به بانو هلن و سرنوشتش میاندیشیدم. نمیفهمم، این چه ربطی به شما دارد؟ شما با این رفتاری که میکنید او را به خطر میاندازید. باید بیشتر مراقب رفتارتون باشید. شما هم مواظب دهانتان باشید، چون حرفهای بزرگتر از خود بیرون میدهد. ممکن است خرد شود. هم.
یعنی ممکن است جناب ماکسیمیلیان هم یک موحد باشد؟ به سادگی نمیتوان پذیرفت. باید منتظر حوادث آینده بود. جناب ماکسیمیلیان؟ ها؟ شنیدیم که قاضی به جولیوس میگفت یک نفر زیر شکنجه محل اختفای آدونیا را افشا کرده است. حدس میزدم. نگران نباشید، گالوس به دنبال آدونیا رفته. برفیم. جولیوس از کجا فهمید شما کجا رفته بودید؟ بیشک کسی را به مراقبت من مأمور کرده است. فکر میکنید او چقدر میداند؟ بدون تردید او میداند که من و همسرم بت نمیپرستیم، اما نمیدانم از رابطه ما با موحدانم چیزی میداند یا نه. اگر به تو مظنون شده، خب چرا به ما نباشد؟ گمان نمیکنم مشکل او با جناب ماکسیمیلیان است، نه با ما. متاسفم که این را میگویم. او از ابتدا به بانو هلن چشم داشته. آری، این را هم من میدانم، هم هلن و هم دیوکلتیانوس. اما همه هم میدانند که هلن پاکتر از آن بود که بتواند با چنین موجودی ازدواج کند. باید از او برحذر بود. او به امپراتور نزدیک است. با کینه‌ای که از شما دارد، اگر دندانش در شما گیر کند، تا استخوان فرو خواهد برد. نگران نباشید، او مدرکی علیه ما ندارد و به یاری خدا از این پس نیز نخواهد داشت. میدانید من انتظار برخوردی شدیدتر از جناب دیوکلتیانوس را داشتم. او تا مجبور نشود این کار را نخواهد کرد. خوب میداند که دوام حکومتش در فیلادلفیا بستگی به حمایت پدران من و شما دارد، و برای همین منظور ما را به عنوان مشاور از امپراتور درخواست کرد. جناب فرماندار، اجازه می‌فرمایید پایه‌های حکومت شما را تصمیم گیری های مناسب و یا نامناسب می‌تواند تثبیت یا متزلزل کند. ماکسیمیلیان بجز اینکه داماد شماست، فرزند سناتور مارسلوس، سناتور بلند پایه سنای روم نیز هست. در واقع از نزدیکترین یاران امپراتور است. تصمیم گیری در مورد او بسیار مشکل است. بله، می فهمم. ولی خودسری های او ممکن است دیگران را گستاختر کند. اگر از جانب او احساس خطر کنم، لحظه مجالش نخواهم داد. فعلا لازمش دارم. تا فردا. من تنهایم، میخواهم با کسی بازی کنم. کمی آرام بگیر. ارکمید، پدرت آمد. سلام پدر. من امروز پسر خوبی بودم. میدانم پسرم، حتما اینطور بوده. چی شدی؟ اتفاقی افتاده؟ پلوتونیوس او را کشتند؟ آری، به دستور پدرت. او را در مقابل معبد آپولون با آتش کشیدند و دستور داده شد جسدش تا 3 روز برای عبرت دیگران در بالای منجنیق بماند. نفرین برای که مایه ننگ من است. بارها گفتم او پدر من نیست. این همه طعنه‌اش را به من نزنید. هلن،
گناه پدران را به پای فرزندان نمی گذارند. شما خود می دانید که از داشتن چنین پدری شرمگین و سرفکندم. اگر گهگاه به نزد او می روم، یا به خاطر شما بوده یا برای نجات کسی، وگر نه هیچ رغبتی به دیدار او ندارم. من هم هیچگاه اعمال او را به شما مرتبط نکردم، منتها جنایات او دلم را به درد آورده است. اما مشاهدات من قابل قیاس با آنچه که شما دیده اید نیست. امروز پدرت ببخشید دیوک لاتیانوس مرا تهدید کرد که اگر چشمش باشم بیرون خواهد آورد. آری این حقیقت دارد، بیشک او به تهدید خود عمل خواهد کرد. جان نزارم قربان، درود بر آن. کارت عالی بود عزاریل، خیلی خوب، آفرین. مأموریت تازه‌ای داری، مراقب ادونیای کوزگر باش و لحظه ای از او غافل مشو. اطاعت سرورم. فکر نمی کنی که خطر جولیوس کمتر از ماکسیمیلیانوس نباشد؟ چه بگویم حالی جناب؟ بله سربرم، مخصوصا مراقب کسانی باش که با او تماس میگیرم. در خدمت گذاری حاضرم. بگیر. برویم. او گفت و شاهد بوده ای که چگونه چشمش را بیرون آورده است. ظاهراً به ماجرای مادرت اشاره می کرد. او راست گفته است. من دیدم. من دیدم. مادر من یکی از اهالی قرای اطراف دمشق بود. تمام اهالی آنجا توسط بارنابای قدیس مسیحی شده بودند. در حمله رومی ها به جز مادرم تمام اهالی آنجا کشته شدند. مادرم به چشم خود دیده بود که سربازان دقیانوس چگونه تمام بستگانش را سر بریدن و پدر و مادرش را کشتند. در حقیقت زیبایی مادرم بود که مانع مرگش به دست دقیانوس شده بود. او مادرم را به اجبار به همسری گرفت. میدانم هلن، چون قبلا اینها را شنیدم. شما شنیدید، اما من با چشمان خود شاهد بودم. شما بگویید چگونه میتوانم فراموش کنم؟ مادر من زخم خورده بود. همیشه مترصد فرصتی بود تا انتقام خود را از دیوکلتیانوس و خدایان روم بگیرد، و این فرصت برای او که همیشه در قصر تحت مراقبت بود دست نمی داد. تا این که خبردار شدیم مجسمه خدایان را در چند معبد شکستند. مراقبت های شدید برای دستگیری بود شکنان به عمل آمد. تا اینکه یک روز
مریم مقدس، این کار خطرناک است، به خودتان رحم کنید. بانوی من، اگر گرفتار شوید شما را قطعه قطعه می کند. این کار را نکنید. این کار نیست، شعاریم کن. من تو را به مراقبت از آفریقان مأمور کرده بودم، در حالی که تو به خدایان خیانت کرده و با او هم دست شدی. اگر یاری تو نبود هرگز او به معابد دست پیدا نمی کرد. سزای تو مرگ است. او مقصر نیست، تنها فرمان مرا اطاعت کرده، رهایش کنید. تقصیر او همین است که فرمان مرا نادیده گرفته و از تو اطاعت کرده. بزن! او نتیجه خیانت خود را دید. حال نوبت توست که در آتش خدایان بسوزی. تو! مرا از مرگ نترسان. از روزی که همه بستگانم را در پیش چشمانم به پای بت‌های سنگی قربانی کردی و پدر و مادرم را گردن زدی، تصمیم به انتقام گرفتم و از مرگ نیز هراسی ندارم. می‌خواهم به تو فرصتی بدهم. آیا در مقابل آپولون از خدای عیسی بیزاری می‌جویی یا نه؟ من جز خدای یگانه را نمی‌پرستم و به جز او خدایی نمی‌شناسم. آیا خدایان روم را سجده کرده و برایشان قربانی میکنی یا نه؟ نفرین بر خدایان روم، نفرین بر بت‌های سنگی و بت‌پرستان و نفرین بر امپراتوری جنایتکار روم. ای خدای اونم، این قربانی را از من بپذیر. ای آپولون قدرتمند، این است صدای کسی که به خدایان خیانت کرد. خدایا از من قبول کن، بنده شرمنده را پذیرا باش. الهی دخترم را به تو سپارم، نگهدارش باش. او در پیش چشمانم می‌سوخت و از من کاری ساخته نبود. خداوند روح او را با مریم مقدس هم نشین کرد. او زن شجاعی بود. من برای خود شما نگرانم. در نهایت او عقیده شما را خواهد دانست. من خوابهای وحشتناکی میبینم. نمیدانم خداوند چه مقدر کرده است. وای، من میترسم. این همه تشویش بیهوده است. نگران نباش، هر اتفاقی که بیفتد ما کنار هم خواهیم بود. دیشب خواب دیدم که دقیانوس شما را کشته است، اما شما زنده‌اید. او پی در پی نعره های وحشتناک می کشید و بین ما ایستاده بود. ما نمی توانستیم به یک دیگر برسیم. بین ما فاصله زیادی بود. من جوان بودم و شما پیر شده بودید.
دیدم شما پدرم هستید. مانده بودم که کدام یک از شما پدرم هستید. او از این که شما را کشته بود شادی میکرد. من میترسم. میترسم. آرام باش هلن عزیز، آرام باش. به خاطر یک خواب که این همه ناراحتی نمی کنند. خداوند بندگان موحدش را تنها نمی گذارد. من جز شما کسی را ندارم. شما تنها همسرم نیستید، معلم من، مربی من، منجی من، همه کس من شما هستید. من روشنایی را با شما دیدم، امید را با شما یافتم و ایمان را از شما آموختم. خود لایق درک این ارزش ها بودی. من که کاری نکردم. من به تو افتخار میکنم. دیشب خواب دیدم که این تابلو از آن مادرم است. حالا که من مادرم را دیدم، دیدم که من مردم. شما مانده بودید که مرده مرا باور کنید که بر گور است، یا زنده مرا که بر این تابلو است. من از این تابلو هم میترسم. خودت را ناراحت نکن، یک تابلو که این همه نگرانی ندارد. آن را از اینجا برداری. نه نه، من تابلوی همسرم را دوست دارم، اجازه نمیدم کسی آن را از اینجا بردارد. ما در اقلیتیم، پس باید سعیمان بر این باشد که نیروی خود را صرف تربیت همکیشانمان و جذب افراد بیشتری به مسلک مسیحیت بنماییم. تا کی باید گروه گروه از همکیشانمان را به کام مرگ بفرستم؟ چرا باید سکوت کنیم؟ به اعتقاد من، تحمل مصائب و سختی‌های گوناگون در این زمان خود عبادت بسیار بزرگی است. شما اگر مردم را علیه حکومت نشورانید، هیچ نزاعی بین مسیحی ها و رومی ها رخ نمی دهد. آیا مولایمان مسیح ما را از اطاعت ظالم منع نکرده است؟ شما حق ندارید جان مردم را بیهوده به خطر بیفکنید. قدرت از آن خداوند است، به هر که بخواهد عطا خواهد کرد. پس هیچ قدرتمندی نیست که اقتدار خود را از جانب خداوند کسب نکرده باشد. خداوند قدرت خود را به پیامبران و صالحان تفویض می کند. قدرت ستمگران قدرت شیطانی است، نه الهی. آیا قدرت ابراهیم و نمرود، موسی و فرعون و یا عیسی و هیرود یکی است؟ سلام مرد خدا. سلام، خوش آمدی گالوس. روزگار بر تو خوش. سرورمان ماکسیمیلیان چه میکند؟ ایشان مرا به اینجا فرستادند، گفتند که محل اختفای شما افشا شده، هرچه زودتر اینجا را ترک کنید. یعنی خطر این همه نزدیک است؟ جناب ماکسیمیلیان هشدار بیجان نمی‌دهد. عجله کنید، وقت را نباید تلف کرد.
بسیار خوب، شما بروید، من خواهم آمد. ابتدا باید اینها را روانه کنم. بگو با احتیاط بروند، ممکن است اینجا تحت نظر باشد. برادران، همکنون برای من خبر آوردند که اینجا امن نیست. با احتیاط و آرامش اینجا را ترک کنید. سه روز دیگر در زیرزمین‌های گورستان بیرون شهر همدیگر را خواهیم دید. شما با این کارهایتان هم خلاف تعلیمات دین مسیح را به مردم می آموزید، هم جان آنها را به خطر می اندازید. خداوند همه ما را هدایت کند. اگر به آنجا هم ریختند و مردم را قتل عام کردند، چه کسی جوابگو خواهد بود؟ به لطف خدا باید امیدوار بود. هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. استاد، اگر نیاز هست من هم برای مراقبت از شما اینجا بمانم. نه، برو، نگران نباش، من هم از اینجا خواهم رفت. خدا نگهدار. چه میخوایی مرده که جاسوس؟ هیچ، من از اینجا عبور میکردم. اینجا میکردی؟ فقط یک بار دیگر تو را اینجا ببینم زنده نخواهی ماند، فهمیدی؟ روشا ماتیوس. آری جناب جولیوس، از ارئیل یهودی خبرهایی دارد. تا اینجا چه میکنی؟ مگر به تو نگفته بودم مراقب دنیا باش؟ چرا فرمودید؟ ولی دقایقی پیش یک نفر با کالسکه‌ای او را فراری داد. من هم با پای پیاده نمیتوانستم آنان را تعقیب کنم. چرا پای پیاده؟ قربان، آخر نیازی به اسب نبود. فکر نمی کردم او را فراری بده. چگونه از داخل قصر خبرها به بیرون راه یافته؟ کالسکه ران را هم نشناختی؟ دستار بر سر کشیده بود ولی
گمان میکنم کالسکه جناب مکسیمیلیان بود. خانه این مکسیمیلیان را زیر نظر بگیر. ببین کالسکه همان است یا نه. برو. به روی چشم آری جناب. قبل از غروب آفتاب باید به شهر بازگردم. نگران نباشید، هنوز وقت هست. مرا عفو کنید علی جناب، میتوانم سوالی داشته باشم؟ ماتیوس، من تو را از نزدیکترین دوستانم میدانم. هر چه میخواهی بپرس. اختلاف شما با مکسیمیلیان برای چه و از کجا آغاز شده؟ چون به تو اعتماد دارم میگویم. من سالها بود که به هلن علاقه داشتم و دیوکلتیانوس هم از این موضوع خبر داشت، ولی با آمدن مکسیمیلیان دیوکلتیانوس دو دستی دخترش را به او تقدیم کرد. من از همون روز تصمیم گرفتم که ثابت کنم مکسیمیلیان لیاقت هلن را ندارد و خیانتکاری بیش نیست، و ثابت خواهم کرد. مدارکی هم علیه او گرد آوردم که طی گزارشی به دیوکلتیانوس خواهم گفت. اگر توجه نکرد، گزارش دوم را به امپراتور هدرگیانوس خواهم داد. چرا جناب دیوکلتیانوس و بانو هلن مکسیمیلیان را بر شما ترجیح داد؟ این برمیگردد به نفوذ هر یک از ما در روم. مکسیمیلیان فرزند یک سناتور رومی است و من فرزند یک افسر قدیمی ارتش روم. کدام یک میتواند پشتوانه خوبی برای حکومت دیوکلتیانوس باشد؟ متاسفم قربان. بگذاریم. به کجا می رویم گاروس؟ شما باید برای مدتی از شهر دور باشید. چگونه؟ جنگل پر از مخفیگاه است. شما چند روزی را مخفی شوید تا آرامش بازگشته و به این ترتیب رومی ها از شما غافل شوند. من هر روز برای تان غذا خواهم آورد. نه، من تنها نیستم. نباید به خاطر جان خودم وظیفه‌ام را فراموش کنم. گرد همایی و هدایت مردم دیر نمی شود. بعدن هم برای این امور وقت هست. ولی من با همکیشانم سه روز دیگر در قبرستان زیرزمینی وعده کردم. از احتیاط لازم است. نگران نباش گالوس. ممکن است کمی به حرفای من گوش کنی؟ گوش میکنم، گوش میکنم. نه، گوش نمیکنی. معلوم نیست در کدام عالم سیر میکنی. راستش مرا ببخش آتنه، خبر ورود امپراتور به فیلادلفیا مرا هیجان زده کرده. کافیست فقط یک اشتباه پیش بیاید، همه چیز خراب میشود. همه ی امیدهای ما نقش بر آب میگردد. ای کاش به جای این همه بلند پروازی کمی هم به امور مهمتر توجه می داشتی. آتنه، آتنه، تو نمی فهمی. تو نمی دانی که حضور امپراتور در اینجا چقدر می تواند موقعیت حکومت مرا در روم تثبیت کند. علاوه بر این، خاطرات زیادی برایم زنده شده است. چه روزهایی با هادریانوس داشتم. انگار همین دیروز بود. جنگ بین النهرین. چه افتخار بزرگی. آن موقع من از فرماندهان لژیون بودم. هادریانوس دستور داد جوجه های تفاعل را از قفس بیرون آوردند و
و کاهن جلوی آنها دانه ریخت. خدای من، با چه اشتهایی میخوردند؟ این علامت آن بود که جنگ به نفع ما تمام خواهد شد. آتنه، فتحی عظیم در پیش رو بود. چه تفعول میمونی، چه تفعول میمونی! در پیان هادریانوس با عزم با اطمینان چند قدم به سوی شهر پیش رفت و با صدای بلند فریاد کشید: های، اگر خدایانی در این شهر هستند به من گوش کنند. من از شما میخواهم که از منازل و معابد شهر دور شوید و بر آن خون غم ببارید و در مقابل نیزه ها، تیرها و شمشیرهای ما از این مردم پس دفاع نکنید و بگذارید که ما با